نگاهی به چند خبر کوتاه. کشور بورکینافاسو که از خشکترین و فقیرترین کشورهای آفریقایی است، در چند ماه اخیر با خشونتی بی سابقه از سوی سنی‌های تندروی وابسته به داعش و القاعده مواجه شده و دست و پنجه نرم می‌کند. در جدیدترین عملیات صورت گرفته توسط این سنی‌های تندرو در مناطق شمالی این کشور، دست کم 18 نفر از جمله 16 ناظر حامی ارتش کشته شدند. ارتش سومالی اعلام کرد در جدیدترین عملیات ارتش این کشور علیه سنی‌های تندروی گروه الشباب، دست کم 40 تن از این تروریست‌ها به هلاکت رسیدند. بر اساس بیانیه صادر شده توسط ارتش سومالی، این عملیات ویژه در منطقه شابیل میانی در 60 کیلومتری شهر موگادیشو پایتخت سومالی رخ داد. در این حمله 10 سرباز و 1 فرمانده ارتش سومالی نیز کشته شدند. زهری جعفری، پژوهشگر مسلمان آمریکایی تبار، با انتشار مقاله‌ای در وبسایت آمالیا به بیان خاطرات و تجربه شیرین خود از اولین شرکت او در مراسم زیارت اربعین پرداخت. وی در این مقاله همچنین به بیان مطالبی از اولین زیارتش به شهر نجف اشرف و شهر مقدس کربلا پرداخت و نیز به شرح ماجرای فاجعه عاشورا پرداخت. مؤسسه نیکوکاری امداد اسلامی زیر نظر مسجد الفلاح وابسته به مسلمانان منطقه گرینلین در شهر ایست، در اقدام انسان دوستانه به توزیع بسته های غذای میان نیازمندان اقدام ورزیدند. در این اقدام 12,000 بسته توزیع خواهد شد و پیش بینی می شود که به طور میانگین 33,000 نفر از این بسته های غذایی بهره مند می شوند. دانشمندان اقلیمی هشدار دادند که بازگشت پدیده اقلیمی النینو در اواخر سال جاری باعث بالا رفتن دمای جهانی از میانگین ثبت شده و ایجاد یک موج گرمایی بی سابقه خواهد شد. پیشبینی‌های اولیه حکایت از بازگشت النینو از اواخر سال 2023 می‌کنند که باعث تشدید رویدادهای آب و هوایی در سراسر جهان و افزایش 1.5 درجه سانتیگرادی میانگین دمای جهان خواهد شد. رسانه‌های ترکیه از بازسازی مسجد تاریخی انیکوی در تنگه بسفور در استانبول ترکیه که بر اثر آتش سوزی در 15 نوامبر 2020 میلادی تخریب شده بود خبر دادند. این مسجد تاریخی که 358 سال عمر دارد، یکی از 11 مسجد تنگه بسفور بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که توسط بنیاد کالیون بازسازی شده و ماه آینده به طور رسمی افتتاح خواهد شد. لورا جونز، دختر مسلمان از ویلز، مرکز کاردیف با هدف گسترش آموزه‌های اسلامی تلاش دارد تا برای نخستین بار قرآن کریم را به زبان ویلزی ترجمه کند. تاریخ مسلمانان در ویلز به قرن 8 میلادی برمی‌گردد. وجود سکه طلایی اسلامی دوره پادشاهی اوفا این مسئله را تایید می‌کند. جمعیت مسلمانان در منطقه کاستیا و لئون اسپانیا در 15 سال گذشته تقریباً 4 برابر شده است که 1.9% از ساکنان جامعه را تشکیل می‌دهد. در این دوره نوادگان مهاجران متولد شده در اسپانیا و فرایندهای ملی شدن باعث شده است که تعداد اسپانیایی‌هایی که به دین اسلام اعتقاد دارند به طور تصاعدی رشد کند. این مهاجرین از ملیت‌های مراکشی، الجزایری، سنگالی و پاکستانی تشکیل شدند. مرکز زنان مهاجر در ریوردیل در استان اونتاریوی کانادا یک خط تلفن ویژه مشاوره در زمینه تبعیض و اسلام حراسی را اندازی کرده تا به قربانیان خشونت دینی، نژادی و فرهنگی کمک مشاوره‌ای بدهد. مشاوران همچنین طیف وسیعی از خدمات حمایتی را برای کمک به زنان و جوانان مسلمان در زمینه اسکان
حمایت در برابر خشونت و سایر خدمات مرتبط ارائه می دهند. مراسم رونمایی از بزرگترین نسخه قرآن کریم صبح روز گذشته جمعه در نمایشگاه جشنواره جهانی هنرهای قرآنی ارسطو در پوتراجایای مالزی برگزار شد. این جشنواره 10 روزه دارای بخش‌های مختلف نمایشگاهی است که از جمله آن نمایشگاه آثار باستانی مربوط به رسول خدا صلی الله علیه و آله، نمایشگاه پرده کعبه، نمایشگاه محصولات بنیاد ارسطو و نمایشگاه بزرگترین کتاب سیره در جهان است.